با سلام و درود خدمت هموطنان عزیزم، شهره آسمی هستم. برنامه از واشنگتن با شهره آسمی رو از تلویزیون اندیشه تقدیم حضورتون میکنم. مهمان امروز من آقای رحیم رشیدی، روزنامه نگار و فعال سیاسی هستند که قراره راجب مسائل مختلف با ایشون گفتگو داشته باشم. سلام آقای رشیدی. سلام، درود بر شما. بسیار خوشحالم که بار دیگه در حضورتون هستم و به سوالات جدی و چالش طلبانه شما پاسخ میدم و بی پرده. حتما. خب آقای رشیدی، اجازه بدین شروع بکنیم از خبری که در حقیقت چند روز پیش گرفتیم و برای من خیلی خبر عجیبی بود، و اینکه حزب کارگران کردستان PKK تصمیم گرفت که مبارزه مسلحانش رو با ترکیه کنار بگذاره و پای میز مذاکره و گفتگو بشینن، که این در حقیقت از طرف آقای اوجلان آمد. فقط یه توضیحی به دوستان بدیم که این حزب یک حزب چپگرا هست که از سال 1984 اگه اشتباه نکنم فعال بوده و به صورت مسلحانه می جنگیده که در حقیقت استقلال کردستان رو در منطقه ترکیه به عنوان کردستان خودمختار داشته باشند. چقدر این مسئله برای شما به اصطلاح عجیب بود که یک تصمیم، این تصمیم رو آقای اوجلان گرفت، و فکر میکنید چرا این تصمیم رو گرفت؟ مسئله کرد در ترکیه از ویژگی های خاصی برخورداره که کم و بیش مسئله کرد در بخش های دیگر کردستان از چندان اهمیتی برخوردار نیست. اولا جمعیت کرد در ترکیه بیش از 20 میلیون نفره و خود دولت ترکیه اخیرا اعلام کرده که 23 میلیون کرد در ترکیه وجود داره. کردها خودشون فکر میکنن که جمعیتشون بیشتر از این درصدی هم هستش که ترکیه اعلام کرده. این مسئله اول. مسئله دوم اینه که ترکیه تلاش میکنه که به اتحادیه اروپا بپیونده و وارد بازار مشترک اتحادیه اروپا بشه. این برای ترکا و اقتصادشون و رشد اقتصادشون و آینده بچه هاشون اهمیت حیاتی داره. به همین دلیل مسئله دو طرفه است. و اخیراً هم دولت ترکیه خیلی ها فکر میکنن که در فکر اینه که همین روح امپراتوریت عثمانی که 600 در واقع تو منطقه قد علم کرده بود و نفوذ بیکرانی داشت در کل منطقه، در یه بخش از اروپا، این روحیه رو باز بیابه و باز تولید بکنه. البته چون این چیزی در عصر کنونی غیر ممکنه، ولی در واقع ترک ها به دلیل منزوی شدن ایران و جمهوری اسلامی ایران به خاطر سیاستاش در واقع دارن چنین رولی در منطقه نقش اول رو بازی میکنن. مسئله کرد رو باید در این زاویه ارزیابی کرد. اگر ترک ها بتونن مسئله کرد رو در داخل ترکیه حل بکنن، در واقع به چطور حل بکنن؟ به صورت دموکراتیک، یعنی به بازگشت به میز مذاکره. آقای بارزانی رئیس منتخب کردستان عراق همیشه میگفت وقتی که در برابر سوال روزنامه نگاران قرار میگرفت و هر جا سفر میگرد میگفتن شما پیکاکا رو یک گروه تروریستی قلمداد میکنید یا نه، ایشون میگفت اگر دولت ترکیه یک پروژه‌ای برای آشتی ملی در ترکیه و برای صلح ارائه بده و پیکاکا با این پروژه، با این برنامه صلح طلبانه مخالفت بورزه، من اولین نفری هستم که به اینا میگم اینا یک گروه تروریستی هستند. ولی تا زمانی که دولت این پروژه رو ارائه نده ما نمیتونیم این کارو بکنیم. آقای اوجلان هم از نقش بسیار اساسی و محوری در این میدان و در این پروسه قرار گرفته. چرا؟ چون کردهای ترکیه در طول 15 سال گذشته که ایشون در زندان بودن هیچ وقت منکر این نشدن که آقای اوجلان سمبل مقاومت ملی اونها محسوب میشه. حتی گروه های قانونی و پارلمانی کرد در داخل ترکیه آقای اوجلان را خط قرمز برای خودشون قلمداد میکنن. همیشه از ایشون به عنوان رهبر آپو در زبان
آپو در واقع به یعنی امو آپو یا به امو آجلان عبدالله آجلان از ایشون یاد میکنن و این نقش محوری به ایشون داده. البته این انتقادات هم وجود داره که چگونه میشه یک فرد زندانی که به روزنامه نگاران یا به میدیاهای آزاد دسترسی نداره نمیتونه یه پرس کنفرانس ارائه بده، در یه کنگره روزنامه نگاری شرکت بکنه، بیا توی برنامه زنده تلویزیونی صحبتاشو بکنه، به اسم یا تحت عنوان رهبر یک ملت پیغام صادر میکنه. ولی پیغام نوروزی ایشان رو همه به فال نیک میگیرن و شما مراد کریلان نفر اول حزب کارگران کردستان ترکیه‌مون PKK بلافاصله اعلام کردن که ما نیروهامون رو از ترکیه خارج میکنیم، ولی اونام شرط و شروطی دارن که باید آقای اوجلان آزاد بشه، باید بتونه به رسانه‌های عمومی دسترسی داشته باشه، وضعیت اون ایشون در امرالی در واقع بهبود پیدا بکنه. و خود اینها من فکر میکنم وضعیت در ترکیه خیلی تغییر کرده و این روند ادامه خواهد داشت. آقای رشیدی، این چه اثری میذاره؟ یعنی این آشتی که قراره ایجاد بشه چه اثری میذاره روی مخالفین کرد ما با جمهوری اسلامی؟ آیا تأثیری داره در تصمیم گیری های اونها یا نه؟ بدون شک، یعنی مسئله کرد در هر بخش کردستان تأثیر مثبت و منفی بر روند مبارزات کردها در بخش‌های دیگه داره و حل این پروسه، پیشرفت این پروسه به جنبش اعتراضی، به جنبش هویت طلبانه کردها در ایران قدرت بیشتری خواهد بخشید و حاکمیت سیاسی در ایران در برابر این پرسش قرار خواهد گرفت که وقتی که ادعا میشه کرد ایرانیه، وقتی که ادعا میشه کرد کل کرد ریشش از ایرانه، وقتی که ادعا میشه که حتی شما اگر توجه بفرمایید سال آینده دقیقا 500 سال میگذره از تقسیم کردستان برای اولین بار. یعنی ادعا میشه یعنی چی؟ ادعا میشه یعنی کردهای ایران ایرانی نیستن؟ نه. ادعا میشه یعنی چی؟ ادعا وقتی که وقتی شما میگین ادعا یعنی اون چیزی که واقعیت نداره و فقط ادعا میکنه، یعنی یه بار منفی با خودش داره. نه صحبت منو اینجوری تحلیل نکنید. شما در نظر بگیرید حاکمیت سیاسی در ایران، حکومت مرکزی، نه اینکه یک ملیت در ایران، حاکمیت سیاسی در ایران همیشه میگه کرد مرزدار غیوره، کرد ایرانی الاصله، کرد قدیمی ترین قوم در ایرانه و در سرزمین ایرانه و کل تاریخ ایران به اونها گره خورده و اونها بخش جدایی ناپذیر از ایرانه. این حرف بدیه یا نه. خوبیه؟ این درست یا ندرست ایرانو در برابر این پرسش حاکمیت؟ نه، میخوام ببینم این خوبه، این حرفی که میزنن خوبه یا بده. این به نظر من یه تعریفه که کردها خدمت بسیار زیادی در ایران داشتن با بافتهای جامعه ما، یعنی کشور بخشی از کشور ما ایران هستن. خب این حاکمیت سیاسی در برابر این پرسش قرار میگیره وقتی که ترکا حدود 100 سال کردو انکار کردن در داخل سرزمین خودشون، اونها را به عنوان ترک های کوهی قلمداد کردن، سیاست های جنوساید و علیه اونها پیروی کردن، اجرا کردن و کردو در واقع در اون سرزمین زندانی کردن، به خاک و خون کشیدن. البته جنگ بده و از هر دو طرف نقض حقوق بشر صورت میگیره در هر سرزمین اتفاق بیفته، در ایالات متحده آمریکا یا در هر جای دیگه. ما از جنگ در هیچ کجا دفاع نمی کنیم. مسئله اینه که خب وقتی که اینها وارد این فاز جدید شدن، وقتی که اینها ادعا میکنن باید کردام در قدرت سیاسی شریک باشن، باید این منازعات خاتمه پیدا بکنه، باید خون ریزی ها تمام بشه، خب سوال اینه ایران چه اقدامی میذاره؟ آیا کردها در قدرت سیاسی یا کل مردم ایران رو در واقع که من فکر میکنم همه را به گروگان گرفته در قدرت سیاسی شریک میده، اجازه میده اونها در سرنوشت خودشون نقش بازی بکنن و کل این مسائل؟ به همین دلیل من فکر میکنم نه فقط مسئله کرد در ایران، کل جنبش آزادی خواهانه مردم ایران جون تازه خواهد گرفت. خب این صحبت خوبیه که میگه جون تازه خواهد گرفت، ولی به هر صورت ما میدونیم الان در جمهوری اسلامی همه به اسارت گرفته شدن و بحث و صحبت هایی که بین مخالفین میشه برای آینده ایران و گذار به دموکراسی هست و صحبت ها بعد از
جمهوری اسلامی هست. اینکه جمهوری اسلامی ظلم کرده به مناطق مختلف کشورمون و حتی به مردم مرکز خودش تهران و مسلمانان و غیره، اینا دیگه جای صحبت نداره. ولی اجازه بدید من میخوام این مسئله رو بیشتر باز بکنم روی این مبارزات مسلحانه، چون من با آقای هجری هم اگه اشتباه نکنم پارسال بود از حزب کردستان ایران باشون صحبت کردم، ایشون دبیر کل حزب دموکرات کردستان صحبت کردم، ایشون هم گفتن که به اصطلاح این حزب هیچ تصمیم به مبارزه مسلحانه نداره، ما روشمون دموکراتیک هست. آیا حزب یا گروهی الان در کردستان ایران، من دارم منطقه ایران رو میگم، وجود دارن که هنوز مبارزه مسلحانه رو راه حل میدونن؟ اگر به ادبیات سیاسی از آب سیاسی در کردستان نگاه بکنیم و حتی این گذشته ورق بزنیم، من جمله حزب دموکرات کردستان هیچ وقت ادعا نکرده که مبارزه مسلحانه راه حل مسئله کرد در ایرانه. اتفاقا دو زنده یاد دکتر قاسملو که پرنفوذترین رهبر سیاسی تا کنون در کردستان ایران محسوب میشه یا در کل منطقه در واقع، میشه گفت همیشه میگفت مسئله کرد راه حل نظامی نداره. در اوایل انقلاب بعد از اینکه جنگ 3 ماهه میان جمهوری اسلامی ایران و مردم کردستان صورت میگیره، بعد از این خمینی یک پیغامی میده. میبخشید حرفتون رو قبول. تمام اینا رو میدونیم. یعنی بینندگان ما تمام این تاریخچه رو به احتمال زیاد خیلیاشون میدونن. سوال من از شما اینه که الان گروهی هستن که مبارزه مسلحانه رو راه حلی قرار دادن؟ حتی حزب دموکرات کردستان ایران حزب مبارزه مسلحانه رو منتفی نمیدونه. کنارم نگذاشتن. اینطور که من صحبت کردن در شرایط اونا میگن در شرایط کنونی از این روش مبارزه استفاده نمی کنیم. ولی اگر روزی، چون اینها تو همه نیروی مسلح دارن، نیروی پیشمرد دارن، هنوز دارن این بچه‌هایی که از داخل کردستان به اینها ملحق میشن، اینها رو آموزش نظامی میدن و اینا فکر میکنن که حکومت مرکزی یا خود جمهوری اسلامی ایران سیستم قابل اطمینانی نیست، خب اگر اینها مورد تعرض قرار بگیرن به اینها حمله بشه، بدون شک اینها از خودشون دفاع خواهند کرد، یا اگر شرایطی پیش بیاد از این نیروی مسلح و از این بازوی مسلح خودشون بدون هیچ تردیدی استفاده خواهند کرد. ولی من هنوز جوابمو نگرفتم. هستن گروه‌های دیگری؟ فعلا هیچ گروهی مبارزه مسلحانه در داخل ایران پیش نمیبره. شما ایرانی هستی؟ من کرد ایرانی هستم. بله. کرد ایرانی هستی. بله. خب. آقای رشیدی میخوام ازتون بپرسم. البته اگر دیگران اجازه بدن، چون بلافاصله وقتی که مثلا کرد ایرانی هستین یا ایرانی کرد هستین؟ یعنی من ایرانی آمریکایی هستم یا آمریکایی ایرانی هستم؟ شما ایرانی کرد هستین یا کرد ایرانی؟ به نظر من این بازی با کلمات شما، من اولا یک انسانم، متعلق به جامعه انسانی ام. من مثلا اگر در اسرائیل به دنیا می اومدم یک اسرائیلی بودم و مذهبم هم یهودی بود، متوجه هستید؟ ولی بعد از اینکه آدم از سن و سالی میگذره، از 18 سال عبور میکنه، میتونه حتی هویت خودشو تغییر بده، این هویت ملیشو مثلا بگه. البته چون این چیزی کمتر اتفاق میفته، ولی بله، خیلی اصلا مثلا ایرانی هم مثلا اینجا بهشون میگیم I don't care، یعنی مثلا برام مهم نیست که ایرانی هستم یا نیستم، کرد هستم یا نیستم. ولی مسئله پافشاری ما بر کرد بودنمون به خاطر انکاریه که حکومت‌های مرکزی و حاکمیت سیاسی، نه اینکه یک ملیت خاص در ایران بر علیه دیگران تحمیل کرده باشه، این پروژه رو به پیش برده باشه. به همین دلیل مثلا ما خودمون رو تعریف میکنیم، بله ما کرد هستیم، به کرد بودن خودمون افتخاریم و فکر میکنیم و بر این باوریم که سرنوشت ما با دیگر ملیت‌های ایران و با عموم مردم ایران گره خورده و ما همه با هم آسیب دیده از دست این استبدادیم و با هم میتونیم این استبداد رو ریشه‌کن کنیم و بزیم. خب این صحبت‌ها خیلی قشنگه، یعنی از همینطور که شما صحبت میکنید من احساساتی میشم و خیلی دوست دارم، ولی بعضیا میگن اون چیزی که ما صحبت میکنیم با اون واقعیتی که تو قلبمون وجود داره یه کمی فرق میکنه. حالا من به اون تو مرحله بعد میرسم، ولی واقعیت اینه که غیر از مشکلاتی که ما تو کشور خودمون داریم آقای رشیدی، یعنی دیگه احتیاجی نداره بگیم که جمهوری اسلامی چه کرده و چه بلایی سر مردم ما آورده. به هر صورت به خاطر این عملکرد غلط جمهوری اسلامی و اینکه مردم ما یک همچین نظامی رو در داخل کشور نمیخوان، یه عده‌ای در خارج از کشور از این مسئله سوء استفاده میکنن. یعنی ما میدونیم که در بلوچستان چه پولهایی ریخته میشه، ما میدونیم جمهوری آذربایجان چه فعالیت هایی میکنه، ما میدونیم که نمیخوام
خدای نکرده میگم همه کردهای ما، ولی روی بخشی از کردهای ما کار میشه از طرف کشورهای خارجی از جاهای مختلف به خاطر دشمنی با جمهوری اسلامی و قوی کردن این گروه و روزی تیکه پاره کردن ایران. حتی خود شما نمیدونم حتما شاهد هستید که تو زمان آقای بوش نیوکان های آمریکا نقشه ای رو روی اینترنت فرستادن که نقشه تجزیه شده ایران بود. این فعالیت ها چطور انجام؟ آیا شما خبری از این فعالیت ها دارین؟ شما به عنوان یک کرد میدونید که یه همچین پول های ریخته میشه، یه همچین فعالیت هایی میشه؟ حالا من از بخش هموطنان کردم میخوام بپرسم، چون شما حتما تو مناطق بلوچستان و آذربایجان و اینا نیستین، ولی این یه واقعیته که ما باهاش روبرو هستیم و هستن دشمنان ایران که تیکه پاره شدن ایران رو آرزوشون هست. من قبل از اینکه وارد پاسخ به سوال شما بشم اجازه بدید که به خاطر اینکه سوء تفاهم ایجاد نشه، من به عنوان یک روزنامه‌نگار اینجا صحبت میکنم و خودم شخصا معتقدم که مردم کرد که بیش از 40 میلیون در کل منطقه هستند و بزرگترین اقلیت کل دنیا هستند که تا کنون از دولت ملی بی بهره موندند و خواست قلبی هر کردی مثل همه میخواد یه سرزمینی داشته باشه، یه هویتی داشته باشه، یه پرچمی داشته باشه و این انکارناپذیره. ولی من خودم شخصا فکر میکنم که یک خاورمیانه بزرگ با یک بازار مشترک با حکومت‌های دموکراتیک و حتی یک ایران متحد به نفع همه است. به نفع خاورمیانه بزرگ منظورتون خاورمیانه بزرگ چی هست؟ تعریفش بده. من همین گونه مثلا شما میبینید ایالات متحده آمریکا، خب سیستم قانونی حقوقی در حتی دادگاه ها در خود مریلند با ویرجینیا فرق میکنه، با نیویورک فرق میکنه، با دیگر ایالت ها فرق میکنه، ولی یک کشور متحده. ولی پس اون خاورمیانه بزرگ نمیشه. ما داریم راجع به ایران صحبت میکنیم، اون یک ایران کل... بزرگ نه. در کل میگم مثلا عراق، ترکیه، از افغانستان غیر. مسئله اینه که امروز اگه کشورهای قدرتمندی وجود داشته باشن اقتصاد بهتری خواهند داشت و میتون، ولی شرط به اینه که مرج این مسئله در این نهفته است که این حکومت‌ها دموکراتیک باشن، یعنی منتخب مردم خودشون باشن. حالا بس اینه، من فقط اینو توضیح دادم که سوء تفاهم نشه. من خودم معتقدم که کرد حق تعیین سرنوشت داره. اگر یک روزی تصمیم بگیره اکثریت مردم کردستان در یک رفراندوم، حالا در هر بخشی، یک دولت تشکیل بدن، اکنون مثلا در عراق، این حق طبیعی خودشونه. قوانین بین المللی اینو تثبیت کرده، به رسمیت میشناسه. بس حالا بر سر ایرانه، ولی این من سندی ندیدم که کشورهای مثلا غربی یا کشورهای منطقه، البته 100% وجود دارن، امروز گروه هایی هستن حتی در کردستان که خواستار استقلال کردستان هم. آقای رشیدی ببخشید حرفتون رو قطع میکنم، من نمیدونم چه سندی شما میخواید ببینین. ما الان میبینیم که کردستان عراق درسته که جدا نشده، ولی داریم میبینیم مثل کشور مستقل داره عمل میکنه و من خودم شاهدم که خیلی از هموطنان کرد ما اونجا سفر میکنن، میرن، بودجه های بسیار خوبی در اختیارشون از طرف کردستان عراق گذاشته میشه. چرا کردستان عراق این کارو میکنه؟ هدفش چی هست؟ سند میخواد، یعنی این دیگه سند دیگه داریم میبینیم دیگه. خب. چه سندی باید داشته باشه؟ اتفاقا کردهای بخش‌های دیگر کردستان از کردستان عراق و از حاکمیت سیاسی کردستان عراق خیلی انتقاد دارند و گلامندند که به بخش‌های دیگر کردستان آن گونه که شاید و باید کمک نمی‌کنه و اهمیت نمیده. اتفاقا پروسه‌ای که امروز در ترکیه در جریانه به خاطر یک بعدش هم منافع اقتصادی که میان اقلیم کردستان با دولت ترکیه داره انجام میشه، که اونم دسترسی ترک‌ها به این منابع نفتی و انرژی هستش که در واقع نمیخوان از این مسئله به هیچ وجه بگذارن و خب این بعد اقتصادی، این منابع عظیم نفتی در کردستان عراق امروز به یک سلاح سیاسی هم تبدیل شده که کردها به نحو احسن دارن از اون استفاده میکنن و این چیزی بسیار خوبیه. ولی قبل از اینکه کردستان عراق آزاد باشه، که بعد از دهه 90 و حمله صدام حسین به کویت صورت گرفت و بعد غربی ها اومدن یک مدار 36 درجه تشکیل دادن و این حکومت اقلیم کردستان در واقع کم کم در دو دهه گذشته پا گرفت، ولی مسئله اینه کردهای ایران
خیلی قبل از کردهای عراقی حتی تشکیل جمهوری کردستان رو دادن. اتفاقا امروز که با هم صحبت میکنیم 67 سال از اعدام پیشوا قاضی محمد میگذره و 67 سال پیش پیشوا قاضی محمد دقیقا در چنین روزی اعدام شدن. حالا میخوام بگم اونا میخواستن که خواستار یک جامعه دموکراتیکی بودن که در داخل ایران مسئله کردها به صورت دموکراتیک حل بشه. اتفاقا امروز پدر آقای بارزانی، آقای مسعود بارزانی در مهاباد به دنیا اومد. آقای اگه به اون مسئله رسیم، یعنی به اجازه بدید که چون ما درگیر اون مسئله اون وقت میشیم، خود اون مسئله خیلی سوال برانگیز هست راجع به صحبت کردن. نه میخوام اینو بگم که نه اجازه بدید مسئله اینه که اگر بخواد مثلا این کردهای عراق هستن که دارن کردهای بخشای دیگر کردستان رو بازی میدن، نه به هیچ وجه. ما کردهای یعنی شما خیلی میگی خیلی شما الان کردهای بخش کردستان خیلی قبل از اونها وارد فاز مبارزاتی شدن، برای حق حقوق خودشون مبارزه کردن و آنچه که بر علیه کردها در ایران صورت گرفته از طرف حکومت مرکزی و از طرف حاکمیت سیاسی، من تأکید میکنم که ژنوساید بوده و نمیشه از اون دفاع کرد. امروز شما اینو در نظر بگیرید که همه با این جملات و با این رویدادها آشنا هستن، نمیخوام وقت برنامه با این جمله مثلا این جنبش سبز، خب اینا نه عامل بیگانه بودن، نه خواستار حتی سرنگونی جمهوری اسلامی بودن، خواستار یک اصلاحات ریشه‌ای و ساختاری در نظام سیاسی بودن. ولی چه بلایی بر سر اینا. بله اینا رو که میدونیم، یعنی این که حالا از دانشجوها گرفته، جوانان گرفته، کارگران گرفته، از همه شما گروه های مختلف رو در نظر بگیرین، زیر ظلم جمهوری اسلامی همه بودن. سوال من قدرتمندترین احزاب سیاسی کردستان و ریشه ترینشون بر حل مسئله کرد در داخل ایران و یک پارچگی ایران پافشاری میکنن و معتقدن، من جمله کومله، من جمله حزب دموکرات کردستان ایران. خب سوال من باز پاسخ نگرفتم، یعنی شما منکر این هستید که هستند کشورهایی، هستند به اصطلاح فعالینی که از هر نظر فعالیت میکنن، نظری گذاشتن سمینارهای مختلف، فعالیت کردنهای مختلف، پروژه‌های مختلف که یک جوری بتونن یک شرایطی رو فراهم بیارن که این جریان جدا طلبی رو در بخش بخش کشور ما تقویت بکنن. ما داریم شاهدش هستیم دیگه. شما این سمینارها و این پشتیبانی ها شما اینو در نظر بگیرید، مثلا از آقای شاهزاده رضا پهلوی میشه، از آقای آهی میشه، شهریار آهی، از آقای محسن سازگارا میشه، اینها که متعلق در واقع اگر به عنوان ملیت حساب بکنیم به ملت، به ملت فارس وابسته هستن و مرکز نشین هم هستن. من یعنی امیدوارم شما من... یه احساس بدی بهتون دست نده، یعنی من مثلا اگر با شاهزاده رضا پهلوی هم بشینم با ایشون صحبت بکنم یا اسامی که شما گفتید، از اونها هم خواهم پرسید که آیا حمایتی از کشورهای دیگه میگیرن، نمیگیرن، به چه ترتیبه، آینده فعالیتاشون چگونه است. یعنی شما احساس نکنید که معلوم شما رو اینجا به یه هموطن کرد. من خودم فکر میکنم، البته من تأکید میکنم چون این برنامه هم پخش میشه، خیلی ها میبینن، بعد تو اینترنت هم حتما وجود خواهد داشت و مثل برنامه گذاشته حتما ازش استقبال خواهد شد و بینندگان و مخاطبین بسیاری خواهد داشت. مبارزات مردم ایران، جنبش دموکراسی خواهانه مردم ایران، جنبش بر حق مردم کردستان، این حق رو دارن که با دولت‌های خارجی به صورت شفاف نشست داشته باشن و بخوان که اینها از پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران دست بکشن، روابط خودشون رو با ایران از پشتیبانی جمهوری اسلامی دست بکشن یا پشتیبانی از اونها بکنن و حمایت از اونها بکنن، کدوم یکی؟ ولی پشتیبانی شفاف، نه اینکه مماشاتی باشه که باعث دخالت اونها در ایران بشه. دخالت میکنند آقای رشیدی دیگه، اونها منافع خودشون رو میخوان. وقتی به اصطلاح اگر عربستان سعودی یا قطر یا هر کشور اروپایی دیگه میاد حمایت میکنه، این کشورها که وضع خودشون چندان خوب نیست برای همونه. یعنی واقعا برای من خنده دار هستش که بخواد عربستان سعودی که اون شرایط تو کشور خودش هست بخواد پشتیبانی از دموکراسی مثلا بکنه یا بیاد حق حقوق مردم ما رو بخواد با پولای زیادی که خرج میکنه. یعنی واقعا خنده داره به نظر من. من فکر شما اینو در نظر بگیرید، امپراتوری ها تغییر کردن، دولت ها تغییر کردن،
ولی مبارزات مردم ایران یا ملیت ایران برای دستیابی به حقوق دموکراتیک خودشون وجود داره. ولی این جمهوری اسلامی حداقل ما میتونیم در این رابطه سند ارائه بدیم که در مسائل کل منطقه و کشورهای منطقه به صورت غیرقانونی داره دخالت میکنه. چند روز پیش خود رهبر جمهوری اسلامی ایران در رابطه با حذف کردن دوباره اسرائیل از روی کره خاکی سخن به میان آمد. ولی ما تا حالا هیچ کشوری در سطح بین‌المللی در دنیا شاهد نبودیم که بگه مثلا ایران باید تکیه و پاره بشه، باید ایران تجزیه بشه. شخصیت هایی بودن، اونم معدود شخصیت هایی که فقط به عنوان یک توری اینو ارائه دادن. ولی لابی های جمهوری اسلامی ایران، من میخوام همه اینو مد نظر داشته باشن، همه جا فعال هستن که اگر ما بریم ایران تکیه و پاره میشه، در صورتی که من فکر میکنم خود جمهوری اسلامی ایران باعث و بانی رشد تجزیه طلبی در ایران 100% و 100% اصلا یعنی اگر ایرانیان اگر عموم مردم ایران اعم از کرد و فارس و لور و ترک و بلوچ و عرب متحد بشن و اگر همه خواستار حفظ یکپارچگی ایرانن، باید با هم دیگه متحد بشن. باید با هم کیا باید متحد بشن؟ همه طیف های متعدد مردم ایران، اعم از کرد و همه ایرانی ها؟ بله همه ایرانی ها، همه ایرانی ها. بله. اگر قرار بشه که اتحادی در کار بشه، همه ایرانی ها جزء بشن. من شما را فقط همه میگم یعنی شما، من فکر میکنم نقطه مبارکی اگر یک روزی آقای هجری، آقای مهتدی، آقای شاهزاده رضا پهلوی، آقای آیی و دیگران، آقای حسامی و غیره وزالک در بر سر یک میز بنشینن و در رابطه با ایران آینده، سیستم ایران آینده، زیربنای حکومت دموکراتیک ایران آینده با هم بحث کنن، این رویداد مبارکی. آقای رشیدی، خیلی مبارکه کردن ایران نیست. خیلی مبارکه ولی در صورتی که اون صحبت هایی که میشه با اون خواسته هایی که در دل دارن با هم یکی باشه، متوجه هستین؟ الان صحبت هایی که هست یعنی بین مردم هست، تو نوشته ها میخونیم، تو گفتگوها. خب این باید یه فالگیرم باشه که ببینه تو دل اینا چی هست. خب نه، من الان تو دل باز میکنم، تو کار سیاسی ما روی برنامه صحبت میکنم. نه من الان به عنوان فالگیر سیاسی اتفاقا این مسئله را الان باز خواهم کرد که فقط فالگیری نیست، الان دلیلش الان خدمتتون باز خواهم کرد. ولی قبل از اون میخواستم بگم این صحبت هستش که هموطنان کرد ما، هموطنان آذری ما، هموطنان بلوچی ما، هموطنان جای مختلف کشور ما، اینا خودشون رو ایرانی میدونن و به هیچ وجه خواستار جدایی از ایران، یعنی اکثریت، و این گروه های سیاسی هستن که میخوان از این فرصت ها استفاده کنن، نه همشون که این مسئله جدایی طلبی رو یا این مسئله استقلال رو یا این مسائل رو به میون بکشن. یعنی در حقیقت صحبت این است که اکثریت خود مردم اون منطقه خودشون رو ایرانی میدونن و هیچ خواستار جدایی هم نیستن. شما در این مورد چی فکر میکنید؟ نه من فکر میکنم همان گونه که مثلا حاکمیت، ما نمیتونیم اینو تعیین بکنیم که امروز کردهایی هستن، آذریهایی هستن که خودشون ایرانی قلمداد نمی‌کنه و باید اینها را با این سوال یا حاکمیت سیاسی رو در برابر این سوال قرار داد که چه بلایی بر سر اینها آورده که اینها از ایرانی بودن خودشون پشیمان باشن، یا اینکه فکر میکنن راه به جایی نخواهد برد و نقطه پایان این منازعات و این مشکلات به تکیه و پاره شدن ایرانه. اگر من فکر میکنم کاملا درسته اکثریت مردم کردستان ایران که من حداقل روزانه با اونها در تماسم، اخبارشون رو تحقیق میکنم و همه جا هم که هر مسئله‌ای که ربط داشته باشه به ایران به طور عموم و کردستان به طور ویژه، خودتون شاهدید که من حتما حضور پیدا خواهم کرد، نظراتمو ارائه خواهم داد، اینه که اینا خواستار حل مسئله در داخل ایران. یعنی من اینو قاطعانه میگم، ممکنه بعد از پخش این مصاحبه هم یه گروه به من حمله ور بشن، ولی اگر این احزاب سیاسی نمایندگی میکنن اکثریت مردم کردستان ایران که من فکر میکنم نمایندگی میکنن، در این شکی وجود نداره که اونها خواستاره برای نمونه فدرالیزم برای ایران آینده هستن. خب این یه سیستم حکومتی که اونها ارائه میدن، ولی اونا میگه ما چیزی هم ما که میگیم 100% ما پافشاری نمی کنیم، ما وارد فاز گفتگو میشیم به یک نتیجه مطلوب برای همه
به یک نتیجه مطلوب میرسیم که همگان بتونن اونو بپسندن. خب این چیز خیلی خوبیه. اون نتیجه مطلوب چیه؟ یک حکومت دموکراتیکه که به حقوق زنان احترام بذاره، به حقوق اقلیت‌های ملی و مذهبی در ایران احترام بذاره و مردم بتونن در سرنوشت خودشون، در تعیین سرنوشت خودشون نقش بازی بکنن و دست مذهب از زندگی روزانه و خصوصی مردم هم، زندگی عمومی مردم کوتاه باشه. نه سرکار خانم با این پروسه مخالفه، نه بنده به عنوان روزنامه‌نگار و نه آقای مختار نه دیگران. من فکر میکنم من توی این مسئله، یعنی مسئله فدرالیسم، اجازه بدید که اظهار نظر نکنم، برای اینکه من هم خودمو یک دونه ژورنالیست میدونم و وقتی میرسم به اون مسئله، فدرالیسم خیلی چیز خوبیه به نظر میاد که تو کشورهایی که پیاده شده مخالفینم داره، ولی نوع کشور ما بعضیا میگن بسیار حساسه و عقیده دارن، خیلی از تحلیلگرای ما عقیده دارن، بعضیا که دارن ساز فدرالیسم رو میزنن هدفشون این هست که در نهایت به جدایی طلبی برسن. اجازه بدید الان وارد اون نشیم، کاش که این بحث رو یعنی باز بکنیم با پنلی که افراد مختلف بیان نظرات مختلف بدن، ولی برسیم به اون صحبت شما که میگی، گفتید که یه نفر باید فالگیر باشه که بتونه تشخیص بده اون صحبت هایی که گفته میشه با حرفایی که طول دلشون هست چقدر با هم تفاوت داره. درسته؟ شما که منو مورد شکنجه قرار ندادید، نه به اهانت نکردید، اجازه بدید از من سوال میکنیم، میگیم نظر من اینه، حالا بعد از پخش این میگن آقا دروغ میگه، این تضییع طلبه. من اینو میگم. آره نه من باور دارم، یعنی تا وقتی که کسی حرفی رو که داره میزنه همونی هست که گفته، مگر عکسش ثابت بشه، ولی برای من عکسش ثابت شد. برای من عکسش ثابت شد، میخوام با شما در میون بگذارم این مسئله رو که خودتون در حقیقت پیش کشیدید این مسئله رو. و اون این که من برای دومین سال فستیوال نوروز رو در رستون تان سنتر برگزار کردم که به نوع خودش یه برنامه متفاوتی بود، جمعیت بسیار بزرگی رو برای سال دوم به دور خودش گرد آورد. من این رو موفقیت رو مدیون خودم نمیدونم، مدیون نوروز میدونم که انقدر این اسم بزرگ و ریشه داری هست که مردم رو به دور این جمع میکنه، به دور نوروز و عشق و دوستی هموطنان ما که آمدن از در جنبه های مختلف، هنری، غرفه، کار، کمک کردن که این برنامه برگزار بشه. من اولین سالی که این برنامه رو برگزار کردم توی ذهن خودم یه تصویری داشتم که بتونم تا اونجایی که در توانم هست از جای جای مختلف کشورم، از آذربایجان، کردستان، بلوچستان، شمال کشورمون، جنوب کشورمون، از جاهای مختلف افرادی شرکت بکنن که فرهنگ اون منطقه رو اونجا نشون بدن. سال اول از قشقایی ها آقای طالبی و خانم جهرومی آمدن که یک چادر بسیار بزرگی زدن که بسیارم مورد توجه قرار گرفت، که اصلا یعنی واقعا جمعیتی که اونجا رفته بودن، چه ایرانی غیر ایرانی، فوق‌العاده بود. سال اول شاید مردم باور نداشتن که این خانومی که این کار کرده، نه گروهی پشتشه، نه سازمانیه، نه حزبیه، تنها داره این کار میکنه، شاید این اطمینان نبود. امسال من خوشحال شدم که هموطنان کردمون قبول کردن که توی اونجا باشن و واقعا برای من، یعنی اونقدر من خوشحال بودم از اینکه این اتفاق افتاده که ذره ذره سال بعد گروه دیگه، سال بعد گروه دیگه، مخصوصا که من نظر هنری هم روی استیج حواسم بود روی صحنه که از جای جای کشورمون موسیقی و رقص داشته باشیم، که خیلی هم دو تا رقص بسیار زیبا هم از کردستان داشتیم که یعنی وقتی این موسیقی رو من میشنیدم و این رقص رو میدیدم واقعا اشک تو چشمم اومده بود که اینقدر هیجان زده شدم، چون من ایرانم و قسمت ایرانی هستم و قسمت های مختلف کشورم پاره ای از کشور من هست و هموطنان عزیز من هستن، مخصوصا که این ظلمم از طریق جمهوری اسلامی و یا در گذشته برشون وارد شده. ولی بذارید بدون رو دربایستی بگم که اون چی که تو دل آدم هست یا بیرون هست ممکنه تفاوت بکنه. وقتی که هموطنان کرد، نمیخوام اسمشون رو بیارم اینجا جلوی دوربین صحیح نیست، وارد مذاکره شدیم، به من گفتن که خانم آسمی، خط قرمز شما چی هست برای این برنامه؟ من گفتم هیچ خط قرمزی من ندارم، من علاقمند هستم که فرهنگ های مختلف از جای جای کشورمون بیان و کار و هنر و اون چیزی که مربوط به فرهنگ اون منطقه رو میشه در معرض دید همه بگذارم، ولی یه خط قرمز دارم و اون پرچم جدایی طلبی هستش.
بعد گفتن مسئله دیگه ای هم هست، ما میخوایم لباس کردی بپوشیم، ما میخوایم رقصمون رو ارائه بدیم، ما میخوایم، گفتم من کتاب بگذاریم اونجا. گفتم من هیچ نوع به اصطلاح دخالتی در غرفه شما که چه کتابی میخوایم بذاریم یا چی اصلا به من ربطی نداره، ولی خط قرمز من چادر چیز پرچم جدایی طلبی هست. ایشون گفتن اجازه بدید من با دوستام صحبت بکنم و برمیگردم به شما، و ایشون برگشتن گفتن توافق شده، خاطرتون جمع، ما اونجا پرچمی نخواهیم داشت. من یک نفر بودم تو این برنامه و با این همه مسئولیت. من صبح آمدم همه چادرها رو سر زدم، چون باید برنامه رو استیج رو خودم اداره میکردم که خاطرم جمع باشه همه برنامه ها درست پیش بره. از دم غرفه هموطنان کردم که گذشتم، یک آقای جوانی که اونجا بودن به من گفتن که خانم آسمی شما گفته بودید که پرچم نیارید، اونجا یه نفر پرچم گذاشته. از بین 76 تا غرفه که اونجا بود یک دونه پرچم بود، اونم پرچم شیر خورشید بود، توسط یکی از هموطنانی که برنامه رژه نیویورک رو پروموت میکردن، اونجا داشتن بلیط های اتوبوس میفروختن یا این کارو میکردن. من به ایشون گفتم آقا من با شما وارد بحث نمیشم، چون با آقای ایکس که الان اون موقعم تو غرفه بودن من راجع به این مسائل صحبت کردم که ما پرچم جدایی طلبی نداشته باشیم، و ایشون هم قبول کردن و من نخواستم با اون آقا وارد بحث بشم، اونم توی جشن به این بزرگ. بعد که من رفتم دیدم صدای آمریکا سنگ تموم گذاشتن، یه گزارش خیلی زیبا از این برنامه تهیه کردن، دیدم به 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 چادر جدایی طلبی اون بالای چادر هموطنان کرد ما هست. یه گروه دیگه فیلمبردار خود من که من ازشون خواسته بودم از تمام برنامه فیلمبرداری بکنن اونجا بود. پس شما جواب اینو به من چی میدین که چه چیزی تو دلشون هست؟ احتیاج به فالگیر پس نداره آقای رشیدی. ما این توافق رو با هم کردیم و من خیلی ناراحت شدم بعدش. به چه دلیل؟ برای اینکه اون چی میگن انگش به خود منم میخوره که چرا خانم آسمی حاضر شده که یک همچین غرفه ای رو با یک همچین پرچم اونجا داشته باشه. من نمیتونم به یکی که دوستانمون توضیح بدم دونه بدونه که این خط قرمز من بوده و اون قولی رو که به من دادن نکردن. حالا این یه مسئله نوروز بوده و فستیوال، خب این قول جاهای دیگه هم اتفاق میتونه بیفته. شما جوابش چی میدید؟ این پرچم برای کردها، برای شخص بنده هم یک رسمیت داره. من یک کرد ایرانی ام و طرفدار فدرالیسم برای ایران آینده و در چارچوب ایران و حفظ یک پارچه ایران. خب به من میگفتن نمیشه. به من میگفتن خانم آسمی ما نمیایم. اجازه بدید. و این تنها کردهای ایران نبودن که در اون غرفه حضور پیدا کرده بودن. این نمایندگی اقلیم کردستان پشتیبانی کرده بود، حتی ما وسایل کلتوری از اینجا از اونجا گرفته بودیم. اصلا خبر نداشتم. من سپاسگزاریم از اونا. بعد شما اینو در نظر بگیرید، تو دیار بکر که بزرگترین شهر کردستان ترکیه است، بیش از 2.5 میلیون اونجا جشن نوروز و پاس داشتن. آقای شما آقای رشیدی، این خط قرمز من با اون آقایی بود که تو اون غرفه صحبت کردی. ایشون میتونستن رک و راست شفاف وقتی شما صحبت از شفافیت میکنید، ایشون میتونستن به همون شفافی که من باشون صحبت کردم به من بگن خانم آسمی این پرچم خط قرمز ما هم هست، ما میخوایم این پرچم باشه اونجا. چرا اینو به من نگفتن؟ چرا با من گفتن ما توافق کردیم که این پرچم نباشه و این پرچم رو اونجا گذاشتن؟ پس این سوال برای من پیش میاد. من از ایشون سوال کردم، یعنی خودم هم تو این گروه بودم، بذار ما شفاف با هم دیگه صحبت بکنیم. حتی من پیشنهاد کردم که این ما باعث حساسیت نشیم و استکاک پیش نیاد، ولی اگر قرار باشه پرچمای دیگه برافراشته بشه، خب بخشای دیگه هیچ پرچمی برافراشته نشد. 76 غرفه اونجا بود، استیج بود، صحنه بود، هیچ پرچمی اونجا نبود غیر از اینکه یکی از هموطنان ما که غرفه خودش داشت، دست راست و دست چپ هم پرچم فقط داشت. فقط یک دونه فیلم هاش موجوده ولی مال یک غرفه بود. دو غرفه که ایشون مال یک غرفه مال یک غرفه بود که به نظر من این حساسیت ها رو باید کنار بذارن. نه حساس آقای رشیدی، صبر کنید. پرچم خودشون رو دارن، مثل اینکه مثلا مکدونالد پرچم خودش رو دارن. صبر کنید. پس چرا شب من مسئله صحبت همین چند دقیقه پیش من بود که شما برگشتین گفتید فالگیر سیاسی پس باید باشه که بدونه تو دل یه نفر با بیرونه. وقتی من با یه هموطنی اعتماد میکنم به من میگه خانم آسمی خاطرتون جمع این کار رو نخواهیم کرد،
بعد این اتفاق میفته، پس توی این نشست ها و سمینار ها و اینا به توافق هایی که رسیده خیلی میشه. از ایرانیان مثلا حالا بچه های جنبش سبز اصلا پرچم شیر و خورشید رو قبول ندارن، پس اونا هم تضییع طلبن. نه نه از ایران میخوان. نه 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 اصلا اونا نیست آقای نه من اینو مسئله... صحبت رو به بینندگان میکنم که این شفاف بشه. مسئله کورتا... شفافیت اینه یک توافقی، یک برنامه گذار، یک برنامه گذار با صاحب غرفه به توافق رسیدن. باید صاحب غرفه به من میگفت این چه خواسته ای که شما دارید غیر منطقیه، خواسته شما غیر دموکراتیه. مشروط به این کرده بودن من اصلا اطلاع به مشروط... من گفته بودن خاطرتون جمع اونجا پرچم این. برای همینم که من وقتی از جلوی غرفه گذاشتم آقای رشیدی عزیز صبح اونجا نبود. اگر میخواستن بگذارن باید اونجا میبود که من میدیدم اون رو، نبود. بعد از اینکه من اونجا رد شدم بعد از اینکه پرچم های دیگه برافراشته شد. کدوم پرچم های دیگه؟ خب یه دونه یه دونه از دیگه خواهم نه اصلا یه دونه یه دونه نبود. اولا اینکه برای سال آینده به همه بگی که من از همین تو همین برنامه میتونم به شما قول بدم سال آینده ما شرکت میکنیم، اگر پرچمی نباشه من خودم آقای. شخصا اونجا نمیذارم هیچ کس پرچم اگر رم صحبت میکنم بجز بینه. ببینین آقای رشیدی، من اونجا تمام این برنامه رو جوری برگزار کردم که هر کسی که وارد اون رستوران میشه توی اون منطقه میشه احساس بکنه این برنامه مال اون هستش ده. یعنی نه نشانه خاصی بود، نه پرچم خاصی بود، نه که هر کسی که چه با پرچم شیر و خورشید موافق باشه چه نباشه وقتی میاد اونجا احساس بکنه که این مجموعه این برنامه مال خودشه. حالا اگر یه غرفه‌ای که داره رژه نیویورک رو تقویت میکنه آمده پرچم گذاشته و این پرچم ایرانه، نبود سراسر اونجا که نبود، اونجا که سراسر پرچم شیر و خورشید نبود، یک دونه غرفه فقط گذاشته بود و داره برنامه من اجازه بدید اون پرچم من... ایران بود. ولی من خودم تو هر برنامه شرکت کنم اصلا مشروط بر این اگه یک دونه پرچم دیگه باشه بذار مال کردستانم باشه، حداقل این پرچم در کردستان عراق رسمیت پیدا کرده، همه جا رسمی هست و اکثریت قاطع کردها در بخشای جداگانه کردها به این پرچم احترام میذارن. آقای رشیدی من صحبتم شما روزنامه نگاری اتفاقا ریشه این پرچم من به چیز برمیگرده، به جمهوری کردستان، یعنی به نظر من نشانه تجزیه طلبی نیست. شما فقط میخوام اینو توضیح بدم شما روزنامه نگار هستید و خوبم میدونید فعالیت سیاسی هم بر صورت داشتید بودید بهم. بین فعالان سیاسی هم بودید، میدونید که وقتی یه توافقی بین دو نفر انجام میشه باید به اون توافق احترام گذاشت. پس اینکه تو قلب من این یه بحث دیگه است، من وارد میتونی این فرد محترم رو به برنامه‌تون دعوت بکنی با ایشون به بحث گفتگو بکنی. شما توی اون غرفه فعالیت داشتید، شما بخشی از اون غرفه بودید. ولی من همین الان شما دارید الان به من میگید که ما از بخشای کمک گرفتیم یا خودتون دارید میگید برای اون روز صد بعد حالا میگید این شخص رو اجازه بفرمایید این کرد تنها کرد ها هستن که در سوریه که در ترکیه که در عراق با جنب و جوش بسیار عظیم و افتخارآمیزی جشن نوروز رو پاس میدارن. مگر شما وقتی که اینا میخوان ملحق بشن کمک بکنن مگر شما میتونی به دست رد به سینه اینا بذاری؟ نه این خیلی هم خوبه. ولی فرهنگ نوروز ولی فرهنگ همزیستی فرهنگ صلح طلبی نزدیک کردن فرهنگ ها به هم دیگه است. ولی اجازه بدید کردان با هویت خودشون با شناسنامه خودشون اینو بگن به من باید به من میگفتن. آره. این یعنی این درسته، این درسته. دو نفره از همین الان میتونم بهتون اجازه قول بدم که ما سال آینده میخوایم تو این برنامه شرکت کنیم ولی با هویت خودمون با شناسنامه خودمون خب به عنوان کرد به عنوان کرد ایرانی هم شرکت بکنیم با پرچم خودمون. ما مثلا این پرچمو به رسمیت نمیشناسیم. چرا میگیم اصلا یه بخش از رهبران سیاسی کردستان زیر این پرچم اعدام شدن؟ تو پرچم جمهوری اسلامی ایران هم که نه شما قبول دارید نه بنده قبول داریم، ولی اگر از لحاظ حقوقی از لحاظ حقوق بین الملل بخوایم به این مسئله بپردازیم اگر پرچم ایرانو میذاریم باید اونجا پرچم جمهوری اسلامی بذاریم چون این پرچم اکنون رسمیت داره. آقای رشیدی موضوع رو شما از ما... اینو من... اگر قرار باشه اینجوری بحث بکنیم این میشه نه دیگه. این موضوع رو خود شما به میون کشیدید و همون که گفتید از کجا کی بفهمه تو قلب یکی چی هست و اون کاری که میکنه چی هست. من نمونهش رو به شما گفتم توافقی انجام شده توافقی. ببینید اگر که شما علاقه من حالا تجزیه طلبی تو آمریکا صورت نمیگیره، اگر قرار باشه صورت بگیره تو داخل ایران صورت میگیره، تو کردستان صورت میگیره. بحث ما اینه با
هزاران نفر از جوانانی که معتقدند باید مسئله کرد، هزاران نفری، میلیون ها انسانی که معتقدند باید مسئله کرد در ایران حل بشه، معتقد به این پرچمن، این پرچم رو دوست دارن، در خونه هاشون اینو نصب کردن، اعتقادی هم به جدای از ایران ندارن. آفرین، این خیلی عالی، این خیلی عالی، این صحبتی که میکنه خیلی عالی، ولی از نظر من شاید من سوادم کمه، من اطلاعاتم کمه، باید برم بیشتر مطالعه کنم. من این پرچم رو ضد این پرچم، من اجازه بدید پرچم و پرچم جدای طلبی میدونم، اجازه بدید، هستن که ضد این پرچم، من این پرچم رو قبول ندارن، ولی هیچ اعتقادی به ایرانی بودن ندارن و ایرانی بودن خودشون رو انکار میکنن. اینا هستن، اینا بحثایی که باز بشه به نظر من. آقای اصلا ربطی نداره ببینید. ولی این یه بخش از هویت سیاسی کردهاست و همه جام اون رو نصب میکنن و ربطی هم به این نداره این تضییع طلبی هست یا نیست. آقای رشیدی، من حتی فکر کنم احزاب اتونومی طلب و خودمختاری طلب که مثلا من جمله حزب خبات کردستان ایران، این پرچم رو با مجاهدین خلق هم یه رابطه تنگاتنگی داره، ولی این پرچم رو قبول داره، تو مقراشون هم نصب میکنن. یعنی مسئله پیچیده است. یه بخش مثلا این شیر و خورشید رو بیرون آوردن، پرچم سه رنگ، یعنی هنوز یه رفراندومی صورت نگرفته که یک پرچم باز هم تصویب بشه، عموم مردم ایران اونو برگزینن. اگر قرار باشه ما وارد این مسائل حاشیه‌ای بشیم، واقعا به نتیجه نخواهیم رسید. نه نخواهیم. اینه. ببینید، مسئله اینه که این مسئله حاشیه‌ای نیست، مسئله توافق. در ما من دارم راجع به توافق، این توافق بین شما و کسی دیگه می‌کنم. یعنی اگر پس فردا گروه‌های سیاسی ما بنشینن با هم دیگه به یه توافقی برسن که ما برای آینده ایران میخوایم این کارو این کارو، این فعالین سیاسیمون از گروه‌های مختلف از باورها، پس باید سر حرفشون بیستن. من ایشون با من صحبت کردن، اجازه بدید که اسمشون نیاریم. نه نه اصلا ولی نمیخوام که اسم. ایشون گفتن، من خودم این بحث اونجا پیش کشیدم، ولی گفتیم، ایشون گفت، من به خانم آسمی گفتم من قرار باشه یه پرچم دیگه باشه، ما هم این پرچم رو بر افراشتی میکنیم. ایشون هم گفته نه، همچین چیزی به من نگفت. پس این میمونه بین شما و ایشون. و من اگه مثلا توافق بکنم، من حتی به ایشون گفته بودم، حتی دقیقا یادمه به ایشون گفته بودم اونجا امکان داره، امکانم نه، یعنی دقیقا 100% گفتم یک آقای هستن که پارسالم با ما بودن، امسالم ایشون غرفه دارن، ایشون برای این جشن بزرگ نوروز در رژه‌ای که در نیویورک میرن، بلیتای اتوبوس اونجا رو در اختیار مردم میذارن و میدونم که ایشون اون پرچم رو اونجا میذارن. اجازه بدید من یه نمونه دیگه. کمیسیون جشن نوروز از چه حدود 4 ساله و بعد از اینکه از 2008 آقای پرزیدنت بوش و خانمش در کاخ سفید نوروز رو برگزار کردن، بعد از اون کمیسیون جشن نوروز تشکیل شده که حالا بیش از حدوداً 15 میلیارد دولت عراق، اقلیم کردستان، ترکیه، قرقیزستان، قزاقستان و اتفاقاً اکثریت هیئت مدیره اونم ایرانیانن. متوجه هستی؟ امسال من شرکت کرده بودم، وزارت دفاع، وزارت خارجه نماینده رسمی میفرسته، سفیرای کشورهای متعدد میان اونجا، کلتور خودشونو به نمایش میذارن، گروه های رقص و موسیقی میان و گزارش هایی هم تهیه شده، به بی بی سی بود، صدای آمریکا بود، رادیو تلویزیون های کردی بودن و از قرقیزستان و قزاقستان و آذربایجان و کردام اونجا بودن، پرچم خودشون سر میز خودشون داشته بودن. اون امریکاست و آمریکا نبود. معلومه که اونا حساسیتی کجا هر جا باشه، یا بعضی حساسیت دارن بعضی ندارن، متوجه هستین؟ به هر صورت ولی به این نیاز به شفافیت داره. من خودم به عنوان یک کرد اگر وارد فاز گفتگو به هر چیز میگم، این یه بخش از هویت منه، بهش افتخار میکنم، یه بخش از هویت سیاسی منه و من اینو خواهم آورد بخوام. ولی اگر قرار باشه یه جشن کلتوری و شادی و نزدیک کردن همه به هم باشه که باید اینم باشه این به توافق میگم، ولی اگر قرار باشه یه دونه باشه اونم باید باشن، یا باید نباشه، یا هیچ اشکالی هم نداره به نظر من. این ببینید، خود این ویرجینیا پرچم خودشو داره، دولت فدرال پرچم سراسری داره، مریلند پرچم خودشو داره. آقای به نظر من با... مسائل بسیار حساسی، شما خیلی ساده این مثلا میخواین، خیلی ساده برنامه، مسائل خیلی حساسی. ما خواستار حل این منازعات هستیم، ما خواستار اینیم که به یک نتیجه دست بیابیم و من خودم معتقدم تا ما با دیگر ایرانیان، با دیگر ملیت‌های ایرانی به بحث و گفتگوی جدی ننشینیم و سر این باب باید از نقاط مشترکمون شروع بکنیم. متوجه هستید؟ دقیقاً حرفی که یعنی به جای اینکه اون مسائلی که ما رو از هم جدا می‌کنه، بیایم راجع به مسائل صحبت کنیم. خیلی خوبه شما، من بعد خیلی مورد استقبال کردهای عراق اومده بودن، کردهای
ترکیه اومده بودن، کردهای سوریه اومده بودن. خب خیلی طبیعیه، اصلا خیلی غرورآفرینه و همه جا هم استقبال کردن. و اتفاقا حالا بحث اینه که مثلا سال آینده باید بهتر ما حتی از لحاظ مادی این فستیوال رو ساپورت بکنیم، اصلا چیز فوق العاده بود، خیلی خوب خیلی بود. ممنون. نه من آقای رشیدی، من یه خط قرمزایی هم برای خودم دارم. سال اصلا اول اجازه خانم اصلا شما اینو در نظر بگیرید، همه چیز خوب بوده، حالا کورتای پرچم و برافراشتن نه این بده. نه نه بده، میتونه خیلی مسائلی رو به وجود بیاره، مسائل بسیار حساسی رو. من فقط اینو از نظر خودم خدمتتون عرض بکنم، من این فستیوال رو با بودجه صفر، سال اول با بودجه صفر شروع کردم و امسال سال دومش بوده. خرج و مخارج این غرفه ها، این برنامه بسیار بزرگ عظیم، از پول غرفه هایی است که دونه 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 صاحبای بیزینس های مختلف و کسایی که سرویس میدن در این منطقه تامین میشه. من به هیچ وجه، یعنی حتی اگر خیلی هم صادقانه باشه، گروه های مختلف، افراد مختلف، کشورهای مختلف بخوان به این فستیوال کمک بکنن، من همینجا میگم خیلی ممنونتونم. من کمکی نمیخوام، مالی که چادری بگیرن اینجا، مثلا بزنسشون رو اونجا بدن، مثلا این کمک اینه، نه اینکه پول نقد به شما من بدن. من به هیچ وجه، و یکی از اتفاقی که افتادی که از خط قرمزام همین بود، بله من متوجه شدیم که شما از دولت خارجی کمک نمیگیرید. نه دولت خارجی، از هیچ سازمانی. بله. من از هیچ سازمانی هم، چون وقتی شما از هر جای پول بگیرید مجبورید خیلی وقتا کوتاه بیاین و به اصطلاح خواسته ها اینا رو انجام بدیم. خب به نظر میاد که وقت تموم شده، صحبت ما رفت یکمی البته بیراهم نبود، خیلی خیلی صحبت مهمی بود. من مشتاقم که این بحث ها باز بشه، متوجه هستی؟ باز بشه. من این پرچم و یه بخش از هویت سیاسی خودم قلم داد میکنم، معتقدم که مسئله کردم باید در داخل ایران حل بشه، همان گونه که مسئله کرد در داخل عراق با کردها و عراقی ها حل میشه، همین امروز مسئله کرد در داخل ترکیه با ترک حل میشه. یعنی این خب آنچه بیانت شهازت منم نظر خودم رو در آخرش اضافه کنم، و کشور و مسائل ما به دست خود ما انجام میشه، ما هیچ احتیاجی کلید نداریم کلید حل این مشکلات دست خودمون، که کشورهای دیگه بیان مشکلات کشور ما رو. ممنون، مرسی، سپاسگزارم و به امید ایرانی متحد قوی یک پارچه یک و پارچه. ایرانی برای همگان همیده. و دوست همگان، همه ایرانیان و ایرانی یک پارچه. هموطنان عزیزم، همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم، امیدوارم که این برنامه رو پسندیده باشید. تا هفته دیگه، خدا نگهدار.